زانیار بطاپور هستم، زاده شهر سنندج هستم و از حدود 11 ماهی هست توی سوئد هستم و ساکن شهر یوتوبور هستم. بنده در اینجا زندگی عادی خودم داشتم، کار میکردم، زندگی میکردم تا متاسفانه این اتفاق تروریستی در شهر اسلو پیش اومد و متاسفانه تمام وجهه زندگی من رو تحت تاثیر قرار داد از همه زوایا. وقتی که این خبر از طریق رسانه‌های بزرگ نروژ پخش شد، این فرد رو دستگیر کرده بودن و با اسم و اطلاعاتی که در مورد شخصی و فردی ایشون بود، متاسفانه ایشون تشابه اسمی با بنده داشتن و اولین اسمی که مردم سرچ کرده بودن اسم من اومده بود. سیستم خبرنگاری تو نروژ اینا به واسطه اعتمادی که به همکارای خودشون دارن در حوزه میدیا و رسانه، یکی از خبرنگارهای همین روزنامه، ایشون میان از عکس بنده استفاده میکنن و در تویتر شخصی خودشون عکس بنده رو پخش میکنن، فایل بنده رو پخش میکنن و کامل کامل همه اینها برای من، این اتفاقات در عین 2 ساعت برای من پیش اومد و تموم این حمله تروریستی به اسم بنده تمام شد. و دست پاچه از این چی کار بکنم، این همه تهدید میکنن به مرگ و کشتن من. یه دوستی به من زنگ زد از طریق کلاب هاوس که بیاد همچین چیزیه. منم رفتم داخل کلاب هاوس، خیلی جالب بود. اونجا من داشتم باشون حرف میزدم، میگفتم نه من این فرد نیستم، من خودم اینجا هستم، این فرد فقط تشابه اسمی داشته، شما اشتباه میکنید، من نبودم. و خیلی جالبه، یکی مثلا برمیگشت میگفت آره که مثلا این تو زندان اسکاندیناویه، این اونجا خیلی زندانش راحته. حتی به اینم باور نمیکردن، دسترسی داره به اینترنت و اینا. تنها کاری که کردم این بود، اولین کار اینترنت رو خاموش کردم که از یعنی زیر این حجبه بیام بیرون. بعد رفتم پلیس با ایشون حرف زدم، بعد پلیس شوک شده بود، میگفت اونو گرفتن. منم به پلیس توضیح دادم، گفتم بله منم میدونم اونو گرفتن، ولی اینایی که میخوان منو بکشن هنوز خبر ندارن. سلام عزیز دل خواهر، مادرت نمیره، برای منم فرستادن. منم به همشون زنگ زدم، گفتم لطفا بس کنید، سوء تفاهم پیش اومده، و همزمان نوشته ها و پستای تو رو هم براشون فرستادم. نمیدونم بگم چی، یعنی خیلی بده. به یه جوری تو زمانی که زنده هستی زنده زنده بکشنت.